من از آخرای ماه نو بود من ایش نمیخواستم که از تخار سفر داشته باشم حتی از تخار از یک ولایت به دیگه ولایت چون او مشکلات خود یک مادر خود یک زن میتونه درک کنه که چقدر به مشکل مواجه است ولی چون به خاطر آینده به خاطر نگران بودن وضعیتمون ما گفتیم که اگر طفلمان به دنیا بیاید افغانستان باز ما اما خرج و مصرفی رو نداشتیم که سه نفر باز ما پاسپورت و ویزه و چیزایش بگیریم به خاطر گفتیم میشه که در کشور دومی بریم به اونجا به دنیا بیاید که برش یک امیدواری برای آیندهش باشه مثلا پاسپورت هم کشور بگیره ما خو یک دک جای کلانتر کار میکردم ما تقریبا 60-70 نفر کارمند زیر دستم کار میکرد در ولسوالی ها نهایه های مختلف و کار میکردن که حتی کارمند های بسیار عادی ما بودن که وار حتی دست پایشان قطع کردن کشتنشان ترورشان کردن از بین بردن همین طالب هایی که فعلا حکومت ما را گرفتن اگر ما را باز حتی ما را داخل خود شهر طالقان صورت ها و همه چیزش پیش ما است دو بار مرا به سر مملک کردن و من جان به سلامت بردم من. که مرا میخواستن ترور بکنن از بین ببرن که من چرا مثلا در یک جای هستم که مردم از ذهن‌سازی میکنم دعوت میکنم برای دموکراسی و نظام مردم سالاری طبعا نیره من به خود جانم در خطر بود جان فامیلم در خطر بود جان خانمم در خطر بود من بالاخره مجبور شدم که بیام به کشور دومی پناه ببرم ما یک کادر بودیم و نسل روشن فکر افغانستان بودیم ولی اینجا آمدیم با 100 تا داکومنت و تجربه کاری و دیگه بیکاری سراغ ما را گرفته و یک تشویش روحی برای ما پیدا شده که من مثلا 18 سال تحصیل بکنم بیم در کشور دونگی